همه ما به نوعی تجربه‌مون در موضوعاتی همچون غم که هفته گذشته صحبت کردیم و ناامیدی‌ها بوده و هست، با هر اندیشه‌ای باشیم، در هر موقعیتی باشیم، اون رو تجربه می‌کنیم. به طور خاص که الان ارتباطات چقدر بیشتر شده به توسط کامپیوتر، اینترنت، فیسبوک، تلگرام و و و که در آینده خواهد اومد و تمام وقت‌های ما رو خواهد گرفت بیشتر از این، و بیشتر شرع حال دنیا رو داریم لمس میکنیم که دنیا کجا ایستاده. اکثر خبرها خبرهای بده، ناامید کننده، خسته کننده هستش و ازش صدای ناامیدی میاد. اینها رو ما توی داستانها، حتی توی جوکها میتونیم دریافت کنیم. به طور خاص در اشعار، شعر نو، فکر کلامی که شخص اعلام میکنه، همونه که این شخص اعلام میکنه، سرگذشتم از درگذشتم غمگین‌تر است. یعنی آن چیزی که درش هستم از مرگ نیز میگه برای من غمگین‌تر است. و این چه پیامی هستش که دنیا داره میده. و یا شخص دیگه نیز اعلام میکنه، من فرزندی به دنیا نخواهم آورد، بگذار منقرض شود این نسل غمگین، این نسل تنها، نسل بیکس، نسل بی نفس و گلیده، نسل حسرت خورده، بگذار منقرض شد. و گویا داره کم کم فراموش میشه اون زبان مثلها، اون شعرهای زیبا که توی سختی ها و مشکلات با ما همراه بود. مانند این شعری که اعلام میکرد، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. خدا رو شکر. فکر میکنم قدیمی ها که مثل من جوان هستید به یاد دارید که واقعا و چنین موقعیت های رو ما میبینیم هست. اما ما میدانیم همون گونه که روز هست شب هست، پس همون گونه که شادی هست، آرامش هست، پیروزی هست، مسلمن شکستات زندگی ما هست، مسلمن موضوعاتی هستش که ما رو نگران خواهد کرد و ناامید خواهد کرد. اما موضوع اصلی برای یک انسانی که میخواد زندگی سالم داشته باشه، تو پرانتز زندگی سالم، آنچه کلام خداوند به ما میاموزه زندگی سالم میخواد داشته باشه، این هست که بتونه شب و روز رو طوری سپری کنه که در آرامش و شادی و قوت زندگی کنه. و فقط این نباشه که اعلام بکنه که شب هست اذیت هم میکنه، روز هست چقدر خوبه، به بیشتر فعالیت میخوام کنم. بلکه یک انسان سالم در مسیری قدم برمیداره که سلامتی خودش رو داشته باشه. اما خب شاعر دیگه نیز اینگونه میگه، خوب هست که اینم بشنویم که خیلی قدیمی نیست. تو شاهکار خالقی. آمین. آمین که ما شاهکار خالقی. آمین. میتونی بگی آمین. تو شاهکار خالقی. آمین. این باور رو داری، این ایمان رو داری که بعد از گذشت تمام سختی‌ها و مشکلات ما شاهکاری هستیم که خداوند آفریده و هدف مقدس نیز داره. تو شاهکار خالقی. تحقیر رو باور نکن، چه در ذهنت، چه از روی اینترنت، چه با خبرهایی که از این ور اون ور میشنوی، از منیجرت میشنوی، از اداره مهاجرت میشنوی، از اخبارها میشنوی. باور نکن، تو فرزند خدایی، مشروطه برای اینکه این ایمان رو داری. تو شاهکار خالقی. تحقیر را باور نکن، بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش. آزاد آفریده شدی و خدا اجازه ما داده که ما اندیشه آزاد داشته باشیم. زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور نکن. میدونی ما که مسیح ایمان آوردیم با قسمت کاری نداریم، به هیچ وجه، چون ما نه در موضوعاتی همچون بگیم اعلام کنیم اصول دین هستیم، نه فروع دین هستیم. ما در محبت دین هستیم که خدا مورد، ما در فیض خدا هستیم. پس برای ما این گونه نیستش که ما بگیم قسمت ما رو خدا نوشته، خدا سرنوشت ما رو نوشته، خدا سرنوشت ما رو نه، خدا انسان رو آزاد آفریده و این رأی انسان هست که چگونه میخواد زندگی کنه. نه تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن.
کلام خداوند میگه در مسیح خلقتی تازه است، چیزهای کهنه در گذشت، اومدی اینجا همه چیز رو تازه کنیم. آمین. پس از همین ابتدا تمام افکار خستت رو رها کن، ذهنت رو پاک کن. وقتی میگم ذهنت رو پاک کن، نه تنها نسبت به خبرهای بد، حتی نسبت به خوشخیالی. خوشخیالی ها که میخواد ما رو متمرکز کنه، یه دروغ من بگم کارم درست میشه، یه کلک بزنم من کارم درست میشه، اونها رو رها کن. چون خداوند میگه دست تو رو بگیره، به قوت مسیح پیروزی ها داشته باشی. آمین. من اعلام میکنه این شاهد، خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن. آمین. میتونی برای این شاعر دست بزنید؟ حقیقتا این گونه نگاهش به خالقش هست، به هر آنچه که انجام شده. اما همون گونه که عرض کردم باز نیست، چه ما خداپرست باشیم و چه نباشیم، چه شما عزیزانی که اینجا هستید به مسیح ایمان آورده باشید و چه نیاورده باشید، همه ما در مشکلات و سختی ها نیز گیر خواهیم افتاد و همه ما به جایی خواهیم رسید که متاسفانه ناامیدی ما رو میگیره. اما امیدی که ما داریم به کلام خداست، به آن چیزی هستش که به خاطرش همین الان اومدیم اینجا. غیر از این هست، در انجیل یوحنا 1:14 میخونیم که اعلام کرد و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، میان ما ساکن شد و همین الان هست، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. جلال یعنی چی؟ یا جلال یعنی بزرگی، یعنی عظمت، یعنی شکوه، یعنی قدرت، یعنی قوت که در من هست و در من عمل خواهد کرد و پاسخ تمام رنج‌ها و سختی‌های من خواهد بود. تو هر موقعیتی که هستی جلال خدا با ماست. آمین. از این رو هستش که کلام خدا تشویق کنه با مسیح، با این جلال هم قدم باشیم تا بتونیم به آنچه که نیکوست نیست برسیم. و عیسی مسیح وعده رو داده در متی 28:20، اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما خواهم بود. آمین. اما آیا در کناری که ما میدانیم عیسی مسیح با ما خواهد بود، میتونیم بگیم ما همیشه شادیم؟ آمین که شادیم. میتونیم بگیم ما همیشه امید داریم؟ آمین. و آیا میتونیم بگیم ما اصلا سختی نداریم؟ میتونیم بگیم هیچ مشکلی برای ما نخواهد بود؟ خیر. پولس رسول که میدونیم رسول صبر، رسول استقامت، رسول عشق، رسولی هستش که توی زندان داره اعلام میکنه که شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید، در خداوند شاد باشید، این گونه از دلش سخن میگه. حال دوم قرنتیان 5:20 تفسیرش براتون میکنم. حال که ما در این بدن زندگی میکنیم، چقدر خسته و فرسوده میشویم. اینو پولس رسول داره میگه. به همین دلیل مشتاقانه روزی را انتظار میکشیم، بدن آسمانی ما را همچون لباسی نو در بر کنیم، که بتوانیم به توسط اون بدن تازه فارغ از این رنج ها و سختی ها بشیم. چون تا زمانی که ما بر روی زمین هستیم، در این رحم هستیم که کره زمین هست و زندگی ما هست، نیز این سختی ها و مشکلات با ما خواهد بود. اما در مقابل سختی و مشکلات چیکار میکنیم؟ معمولا این واکنش ها رو نشون میدیم، خودمون رو محکوم میکنیم، میگیم ما مقصریم. بله، میتونیم ما مقصر باشیم. خیلی موقع شده که سختی ها و مشکلات دلیلش خود ما بوده، بی حکمتی، بی تجربگی که ایجاد کردیم و خود ما دلیل مشکلات و سختی باشیم. میتونن دیگران باشن؟ بله، خب میتونن دیگران هم باشن که هستن، یا جبی که در این زندگی میکنیم. و گاهی هست که خدا رو محبوب میکنیم، خدایا تو دلیل رنج ها و سختی های من هست. و اینجاست که وقتی من خدا رو نمیشناسم، هدف خلقت رو نمیشناسم، به راحتی خدا رو نیست من مقصر بودم. داوود پادشاه در کناری که مرد خدا بود، وفادار به خداوند بود، همه ما میدانیم که متاسفانه گناه بزرگ کرد و با زن فرمانده خودش زنا کرد و نیز افتاد توی مشکلات، حتی اون فرمانده رو کشتش. اما چون رسید به یک جایگاهی که غالباً پشیمون بود، غالباً
نه فقط ذهنم، نه به خاطر آبروش، قلبم پشیمان بود توبه کرد. بریم با هم دیگه این قسمت رو بخونیم که نگاه ما در زمان سختی‌ها و مشکلات چگونه باید باشه. اگر خودمون مقصر بودیم باید رد کنیم، حکمت رو از خدا بگیریم. اگر دیگران مقصر هستن با هوشیاری دیگه فریب نخوریم، بدونیم چه کار میکنیم و اینو بدونیم هرگز خدا نمیتونه در این رابطه مقصر باشه، بلکه خدا از سختی و مشکلات استفاده میکنه تا زندگی ما نیز بهتر بشه. با هم دیگه بریم مزمور 51 از 9 الی 18 رو بریم. ممنون میشم. روی خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا معاف کن. چون انسان گناهکار وجدانش اونقدر تحت فشار و رنج هست آرامشش گرفته میشه. منظور انسانی است که به خدا ایمان داره، منظور انسانی هستش که باور داره شکل خدا آفریده شده و در مسیر هدف خلقت باید قدم برداره. بله ای خدا، دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. داوود با فروتنی میپذیره که دلش مساعد دل درستی نیستش که خداوند در نظر داره. بله من را از حضور خود مینداز و روح قدوس خود را از من مگیر. شادی نجات خود را به من بازده و به روح آزاد مرا تعیید فرما. آنگاه طریق تو را میگه شادی نجات خود را دوباره به من بده. به مسیح ایمان آوردی، آمین. و ما میدونیم که در نجات مسیح شادی داریم، آمین. اما تو مشکلات و سختی های دفعه درگیر میشیم طوری که اگر یک نفرم بهتون بگه بیا دعا کن، میگه نه دیگه، دیگه خسته شدم نمیخوام دعا کنم. همین پیروز وقتی با مامانی جان داشتیم از اورنج کانتی از برنامه تلویزیونی اومدیم، یه عزیزی زنگ زد و پر از خشم و عصبانیت بود با اینکه اعلام ایمان کرده بود و سخن زشتی نبود که به من نگه مامانی جان میگه، ولی واقعا خدا من انقدر من آرامش داد که من با این صحبت کردم صبح. حتی گفتم میخوام دعا کنم، گفت بهر کنم با دعا چیه. صحبت کردم یه مامونجا را که رفتم منزلشون نتونستمشون خدافزی کنم، همینجوریشون نوازم برشتم که ماشین رفتم، ولی من ادامه دادم صحبت هم با هدایت خدا، چون میدونستم که تو بد جایی گیر کرده و باش صحبت کردم و بعد خودش اعلام کرد، گفت میشه برای من دعا کنی؟ گفتم بله دعا. و بعد تو شما کی هستید؟ گفتم کشیش دست دستم که کلی عذرخواهی کرد، گفتم شما رو نشناختم، عذر میخوام. میخوام این خدمتتون عرض کنم، اگر ما یک نگاه درستی داشته باشیم به مشکلاتی که جلوی پامون هست، مطمئن باشیم با هدایت خداوند میتونید رفع مشکل کنید. مشروع برای که نگاه درست کنیم، ببخشید شکایت و غر نزنیم نسبت به اون موضوع. بله آنگاه طریق خود را به خطاکاران تعلیم خواهم داد و گناهکاران به سوی تو بازگشت خواهند نمود. پس داوود قبول کرده بود که رنج و مشکلی که داره دلیلش خودش هست، خودش باعث شده. خیلی موقع خود ما هستیم، حتی اگر ما اجازه بدیم صداهای منفی و ناامید کننده روی ذهن ما ساکن بشه و غالب بشه، اگر چنین اجازه ای رو بدیم باز دلیل خود ما هستیم. این همه امید، این همه شادی، این همه راه‌ها برای رفع مشکلات، من فقط برم بدی‌ها رو نگاه کنم، شکست‌های خودم رو نگاه کنم. همون گونه که این شاعر میگه آتش به دو دست خیش بر خرمن خیش، چو خود زده هم چه باکم از دشمن خیش. کس دشمن من نیست، منم دشمن خیش. ای وای بر من و دست من و دامن خیش. وقتی شاعر متوجه میشه که خودش دلیل مشکلش هست، این رو به راحتی نیست اعلام میکنه. داوود نیست این رو داره اعلام میکنه. بله مرا از خونها نجات ده ای خدایی که خدای نجات من هستی، تا زبانم به عدالت تو ترنم نماید. خداوندا لبهایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید. زیرا قربانی را دوست نداشتی و الا میدادم، قربانی سوختنی را پسند نکردی. خداوند دیگه قربانی از من و تو نمیخواد، لزومی نداره مسیح منو خاطر گناه و اشتباه بریم گاو و گوساله و کبوتر و گوسفند قربانی کنیم. خداوند میخواد این دلت رو قربانی کنی، آمین. نفست رو بیاری در حضور خدا پر بیاری، با خدا صادقانه باشی و اونجا هستش که میبینی خدا عمل میکنه. باورش کن، فقط لازم هست که تصمیم بگیری. همین امروز تصمیم بگیریم،
منم همیشه بود. منم باید همین امروز دوباره یه تصمیم تازه بگیرم. خدایا برای رفع مشکلاتم میخوام فروتن بشم. اینجا که من مقصر هستم اعلام میکنم و توبه میکنم. خداوند دیگران مقصر هستن رو میبخشم. اما از تجربهش باید استفاده نیکو داشته باشم. خداوند و اگر تو اجازه دادی که من توی سختی قرار بگیرم برای یک درسی، به جایی که بگم خدا تو منو بدبخت کردی، بگم هاللویا شکر خداوند تو اجازه دادی. اگر عیسی مسیح روی صلیب سختی و مشکلات رو کشید، من میزد چشم تو اونقدر خوب باشم، دوستم داشته باشی که بذاری من توی یک امتحانی قرار بگیرم و این گونه نگاه کنم، نه اینکه مشکلات و سختی ها رو به عنوان تنبیه خدا بدونم و خدا رو بدل کنم و خودم رو مظلوم. نیز یک مثال لاتینی میگه بیشتر اندیشه کن، یک بار تصمیم بگیر. در حضور خدا بریم، فکرمون رو بذاریم، اما تصمیم بگیریم حقیقتاً در حضور خدا صادقانه باشیم، مانند خود داوود. این داوود داره رمز پیروزش رو به ما میگه. بله، قربانی های خدا روح شکسته است. خدا یا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. به رضامندی خود بر صهیون احسان فرما. آمین. و حصارهای اورشلیم را بنا نما. آمین. از قربانی های عدالت و قربانی های سوختنی تمام راضی خواهی شد و گوساله ها بر مذبح تو خواهند گذراند. آمین. و خادمین خوبی اینجا باشن که بتونن شما رو خدمت کنن و شما نیز ما رو محبت کنید. پس این امکانات ایجاد شده برای اینکه ما بتونیم در نسل سلامتی قدم برداریم. پس چقدر خوبه که بتونیم این رو بیاموزیم. اما میخواییم بریم با هم دیگه به کتاب رود نگاه کنیم. همین ما میدونیم کتاب رود هشتمین کتاب هستش که صحبت از زنی میکنه که همسرش میمیره و اتفاقایی براش میفته که از زوجه خواهش کنم بخونه. اما قبل از اینکه ما به کتاب رود رجوع کنیم، میخوایم برگردیم به کتاب داوران، کتاب هفتم. کتاب داوران در اصل میشه گفت موقعیت رو داره نشون میده به توسط افرادی که این افراد از طرف خدا انتخاب شدن که بتونن مانند شمشون که بتونن داوری کنن از طرف خدا بر قوم خدا و اونها را در مسیر زندگی سالم قرار بدن، مبادا هلاک نشن. اما از آنجایی که قوم در خودمحوری و دیگر محوری بود، چون نگاه به قومهای دیگه میکردن که قومهای دیگه بودپرست بودن، اونها چقدر دارن خوب روش میکنن، چه پیشرفتی دارن. یه موقع چه این تصویری میاد از زمانی که من مسیح ایمانو بردم، وای مسیح میگه ببخش، میبخش، ندید بگی، ندید میگیری. ببین مردم دنیا چه رشدی کرده، ما چقدر ضعیف شدیم. و اونها تصمیم گرفتن که خود محوری و دگر محوری کنند و تحت تسلط کلام خدا و روح خدا و مردان خدا خودشون رو قرار ندادن. آنگونه زندگی کردن که همین الان مردم دنیا دارن زندگی میکنن. عین همین الان، این همین الان که ما هستیم، شما این رو از مفسر کتاب مقدس اگر بپرسید، اکثرا بر این باور هستن که زمان داوران مانند الان هستش که خداوند کلامشو داده، خداوند تمام شرایط ایجاد کرده، اما داریم میبینیم که کلیسای مسیح چقدر توی فشار است، خبر خوش نجات چقدر توی فشار است و چه سوء استفاده هایی حتی از این کلام میشه، چه سوء استفاده هایی از کلیسای مسیح میشه و چه موقعیت هایی رو دارن ایجاد میکنن که بر علیه کلام خدا باشه، حتی کسایی که میتونن این باور رو داشته باشن. و زمانی که در زمان داوران یه چنین چیزی بود. اما بریم قبل از اینکه بخوایم کتاب رود رو بخونیم، زوجا بزن یه صفحه قبلش لطفا داوران 21 25 رو بیاریم. همون بوده که داوران 21 25 رو داره میگه. عزیزان توی خود داوران 17 6 نیز به این اشاره میکنه و بعد و در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و هر کس آنچه در نظرش پسند می آمد می کرد. ممنون. میگه پادشاهی نبود، منظور این نیستش که چون باید پادشاه بود
یا کلام خدا سلطنت طلب هست. خیلی میگه پادشاهی خدا رو قبول نکردن، چون در زمان داوران خدا پادشاه بود، ولی مردم پادشاهی خدا رو قبول نکردن. مردم رو فکر خودشون، رو منطق خودشون، رو تجربیات خودشون، رو علم خودشون داشتن قدم برمی‌داشتن. بله. و واقع شد در ایام حکومت داوران که قحطی در زمین پیدا شد و مردی از بیت لحم یهودا قحطی انجام شد. چرا؟ به خاطری که قوم خدا وفادار به کلام خدا نبود. قوم خدا میشنید اما انجام نمیداد، فقط گوش میکرد. الان هم همینطوره، نمیخوام اسم ببرم، ولی واعظینی هستن چقدر مشهور هستن، چقدر سخنان خوبی میگن و روی اینترنت هستش، روی فیسبوک ها هستش، و مردم میگن وای میلیون ها میلیون انسان گوش میکنن، بچه رو عوض نمیشن، همه گوش میکنن اما عوض نمیشیم، کمتر عوض میشیم. چه بلایی سر این مردم دنیا اومده که مثل مانند زمان داوران همه سخنان خوب رو گوش میکنن اما تموم میشه، همه میگن بله چقدر خوبه کلام خدا، چقدر خوبه، اما چرا قدرت اجرایی درش نیست؟ بله. تا در بلاد موآب ساکن شود، او و زنش و دو پسرش، و اسم آن مرد علی ملک بود. پس بنابراین علی ملک خانوادش رو از بیت لحم میاره بیرون. بیت لحم یعنی خانه نان، یعنی خانه برکت. خداوند قوم اسرائیل رو از مصر آورد بیرون تا به کنعان برسونه، سرزمین موعود. اما وقتی دید اینجا قحطی شده، انگار خبری نیست دیگه، بدون اینکه مشورت بگیره، بدون اینکه دعا بکنه، بلند شد از اون سرزمین برکت، اومد بیرون و رفت به منطقه‌ای که اون منطقه در از بت‌پرست بودن. هرچند کلام خداوند هرگز اینجا نگفته قوم اسرائیل نمیتونه با اینها رابطه داشته باشه، حتی موضوع ازدواج هم تایید میکنه اشکال نداره با اونها ازدواج کنن، چرا که اونها فرزندان لوط بودن. پس بنابراین کلام خداوند با اینها یه حالت سازش داشت، اما محل برکت برای ابیمالک در اصل کجا بودش؟ جایی بود که بتونم که خداوند مشخص کرد. مانند شما که فرزند خدا هستید، محل برکت شما کلیسای خداوند هست. خداوند این مکان رو برای شما مقید کرده تا بیاید برکت از خداوند بگیرید. ولی هنقدر صداهای منفی بر علیه کلیسا خواهید شنید که بگید نه چه خبره، قصه چیه؟ یکی میگه بیزینسه، یکی میگه سیاسیه، یکی میگه دوربین گذاشته ازت فیلم برداری میکنه میفرسته جمهوری اسلامی. همه این صداهای ترس هست، فکر میکنید نیستش؟ 24 ساعت من این چیزا رو دارم میشنوم و هر کسی به نوعی تعریف میکنه تا فرزندان خدا رو سرد و ناامید کنن و محلی که میتونه محل رشد روحانیشون باشه، زندگی سالمه، چون محل تولد شما توی کلیسا هست. خبر خوش رو شنیدی، رایگان به شما داده شده، سمیناری نیست که دیگه 200 دلار میدیم بیاد اینجا تعلیم بگیرید. با قلبت داره نه رسول، بلکه روح القدس داره با قلبت رو سخن میگه، برای یک تولد تازه، برای یک امید تازه، یک عشق تازه. اما صداهای منفی و نگاتیو اطراف تو هستش و میخواد باعث این بشه که سرزمین نان خودت رو، برکت خودت رو داره. شاه ما جان خود بدار تا
شود. این عاشقانه برای خدا من بخونم. عاشقانه سرایم چون دانم شاه من تویی، فخرم تویی، عشقم تویی، سلطان و محبوبم تویی، برتر ز هر قدرت تویی، اول تویی، آخر تویی، نور تاریک های من، عیسای مصلوبم تویی، صلیب تو تخت تو شد تا بر آن بنشینی پادشاه، تا آشکارسازی عشقت را بر روی کوه جل شما بخونید پادشاه و افراطیان بیت لحم یهودا نعومی درست یعنی شادی بله پس به بلاد موآب رسیده در آنجا ماندن و علی ملک شوهر نعومی مرد و او با دو پسرش باقی ماند و ایشان از زنان موآب برای خود زن گرفتن که نام یکی عرفه و نام دیگری رود بود و در آنجا پس اتفاقی که افتاد این بود که از اون سرزمین برکت دور شد اومد تو یک سرزمین دیگه‌ای که تایید خدا نبود جانش رو متاسفانه از دست داد باید هوشیار باشیم این قسمت از کلام خدا بسیار کلام زیبایی هستش و در اصل میتونیم بگیم یک رابطه حقیقی بین عهد عتیق و عهد جدید داره و در اصل داره رابطه مسیح رو با کلیسا میگه اما من میخوام به یک قسمت‌های دیگه بیشتر رو بپردازم بله در آنجا قریب به 10 سال توقف نمودند و هر دوی ایشان مهلون و کلیون نیز مردند و آن زن از دو پسر پسراش هم مردند یعنی نتیجه تمام رنج و عذابش مرد چرا که به درستی تصمیم نگرفته بود چرا در حضور خدا نرفته بودند از خدا مشورت نگرفته بودن اینها با قوم‌های دیگه فرق می‌کردن خدا همه ملت‌ها رو دوست داره خدا همه قوم‌ها رو دوست داره اما اگر دست بر ما گذاشته به عنوان فرزند خدا ما فرزند خدا هستیم میبایست و بهترین هست که من برای موضوعات مهم زندگی مانند ازدواج مانند اقامت مانند کار مانند فرزنددار شدن کارهای مهم از خدا مشورت بخوام دعا کنم نمیخوایم بگیم که ما آزاد آفریده شده نشدیم ما آزاد آفریده شدیم اما حکمت و خرد خدا نیز بر من باشه بله و آن زن از دو پسر و شوهر خود محروم ماند. پس او با دو عروس خود برخاست و از بلاد موآب برگردد. زیرا که در بلاد موآب شنیده بود که خداوند از قوم خود تفقد نموده نان به ایشان داده است. و از مکانی؟ پس نهاکان دوباره خبردار شدن که در اصل در سرزمینی که وعده خداوند بود گویا برکت اومده بودش. باز برکت رو دارن زمینی بود. برکت که کلام خداوند به قوم خودش داره میگه مساوی با خوردن و نوشیدن و پوشیدن و ازدواج نیست مسیح گفت اینها رو خداوند میدونه که شما احتیاج دارید برکت اصلی این هستش که عیسی مسیح در متی 4:4 میگه
عیسی گفت مکتوب است انسان نه محض نان زیست می کند بلکه هر کلمه ای که از دهان خدا صادر می شود. برکت فرزند خدا این هست که کلام خدا رو بشنوه، صدای خدا رو بشنوه، چه به توسط واعظ، چه در حضور خداوند، چه به توسط کلام خدا، چه به توسط یک نبی که با او نیز سخن میگه. در نامه غلاطیان 3:29 نیز اعلام میکنه پولس رسول، اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و متعلق وعده خدا و وارث هستید. امروز ما متعلق به خدا هستیم، آمین. ما به توسط مسیح نیز فرزند خدا شدیم. اگر ما فرزند خدا هستیم ما وارث هستیم، همون گونه که این خانواده متوجه شد ارث اصلیشون تو سرزمین وعده خداست، پس باید برگردن به اون سرزمین تا بتونن آنچه را که از دست دادن دوباره بگیرن، زمینی که فروختن دوباره اون زمین رو داشته باشن، صاحب اون قوت زمینی بشن. امروز خداوند میخواد که ما فرزند او هستیم. هر آنچه که فکر میکنی از دست دادی، فکر میکنی حقیقت نداره، شادیته، آرامشته، ازدواجته، کارت هست، ویژنهات هست، آرزوهای دلت هست، برگرد به اون سرزمین، با ایمان دریافت کن و خدا اون رو به تو خواهد داد. این وعده خدا من هست که تو با قوت بدیم مشروط بر این که سن و فکرت رو از سرزمین های بت‌پرست برداریم. به فکر این نباشی که یک زندگی مانند مردم دنیا داشته باشی. ما دیگه کپی دنیا نمیتونیم بزنیم. اگر به مسیح ایمان آوردیم کپی ما فقط باید خود مسیح باشه و مسیح بهترین رو نیز برای ما مهیا خواهد. بله. و از مکانی که در آن ساکن بود بیرون آمد و دو عروسش همراه وی بودند و به راه روانه شدند تا به زمین یهودا مراجعت کنند. ممنون. اینجا نشون میده حقیقتا نعومی چه مادر مهربانی بوده. وقتی رابطه مادر با عروس خیلی خوب هستش نشون میده این مادر خوبی هستش و میبینیم که عروسامون رو روانه میکنه و محبت اون بوده. یکی از شایعاتی که متاسفانه توی کشور ما رواج پیدا کرده همین مسئله مادر زن مادر شوهر است و این نیز دروغ شیطانه. حتی شوخی هم نکنید لطفا، شوخی هم نکنید. خیلی موقع هستش که ما همسران خودمون رو، من خودم همینطور، با یه شوخی نسبت به مادر زن هم شاید میرنجونم، اما زنهای ما میدونید عادت کردن هیچی نگن، عادت کردن هیچی نگن، چون خیلی ظلم و ستم به زنهای ایران، به زنهای مسلمان شد، عادت کردن به چی نگرد. مانند میبینید روی یوتیوب زنی که بهش میرسن باش مصاحبه من میگن تو چطور اجازه داری که همسر ستا دیگه زن رسمی بگیره؟ میگه خب اشکال نداره دیگه، قرآن میگه اشکال نداره، نمیتونه حرف دلش رو بزنه، یه توجیهی داره. پس خواهش من این شوخیار هم نکنه. مادر در هر نقشی به عنوان مادر زن مادر شوهر مورد احترام هست. آمین. یک بار دیگه برای مادر هست. و نعومی به دو عروس خود گفت بروید و هر یکی از شما به خانه مادر خود برگردد و خداوند بر شما احسان کند چنان که شما به مردگان و به من کردید و خداوند به شما عطا کند که هر یکی از شما در خانه شوهر خود راحت بیابید. نعومی زن تنهایی بود، اتفاقا اگه این عروس ها باهاش بودن براش خوب بود، یه تنها نبود و میرفت به حال نهایتا اینا ازدواج هم که با خیشان خودشون میگن، چرا که میبایست جزء قوانین و فرهنگ و شریعت یهود این بود. زمانی که زنی میمرد برادر بعدی باید اون رو میگرفت تا از این خانواده نره بیرون. خب نعومی میدونست چنین امکاناتی نیستش، سنش بالا هستش، پس پذیرفت و داره یه فداکاری میکنه این مادر. اینجا ما داریم بیشتر میخوایم نگاه کنیم به نقش خوب این مادر که حتی حاضر تنها و بی‌کس باشه، شوهرش از دست داده، بچه‌هاش هم از دست داده، حالا به عروساش میگه برید، برید برای خودتون باشید، شما که مثل ما نیستید که این گونه فکر کنید، پس شما برید تو چارچوب خوشی‌های خودتون زندگی کنید. بله. پس ایشان را بوسید و آواز خود را بلند کرده گریست و به او گفتند نه، بلکه همراه تو نزد قوم تو خواهیم برگشت. نعومی گفت ای دخترانم برگردید، چرا همراه من بیایید؟ آیا در رحم من هنوز پسران هستند که برای شما شوهر باشند؟ ای دخترانم برگشته راه خود را پیش گیرید، زیرا که برای شوهر گرفتن زیاده پیر هستم
و اگر گویم که امید دارم و امشب نیز به شوهر داده شوم و پسران هم بزایم، آیا تا بالغ شدن ایشان صبر خواهید کرد؟ یعنی مطابق آنچه که رسم میگه، حتی اگر من ازدواجم بکنم، سال فرزندم بشم، زمان طولانی رو داره در، و شما نمیتونید بازم نیز افراد خوشبختی بشید داره؟ و به خاطر ایشان خود را از شوهر گرفتن محروم خواهید داشت؟ نه ای دخترانم، زیرا که جانم برای شما بسیار تلخ شده است، چون که دست خداوند بر من دراز شده است. پس بار دیگر آواز خود را بلند کرده گریستم و عرفه مادر شوهر خود را بوسید، اما رود به وی چسبید. خیلی ممنون. خب یکی از عروس‌ها تصمیم گرفت، حالا روی اصرار بود، به هر حال هر جور فکر کرد نمی‌خواد داوری بکنید، تصمیم گرفت که دنبال مادر شوهرش نره، در اصل به سرزمین برکت نره. خبر خوش نجات توی خونه‌های ما میاد، یه نفر ایمان میاره، یه نفر ایمان نمیاره. حتی شده بارها زن ایمان آورده، مرد ایمان نیاورده، و یا برعکس، دو تا برادرن، یه برادر ایمان میاره، یه برادر ایمان نمیاره. ولی اون برادری که ایمان میاره داره میره توی یک سرزمین برکت، اون خواهری که ایمان میاره داره توی سرزمین برکت میره. و خانه برکت ما کجاست؟ در متی 16:18 میخونیم که عیسی مسیح پتروس میگه تو پتروس یعنی سنگ هستی. در اصل صحبت از ایمانش میکنه، میگه این ایمان استوار تو که به من داری و من بر روی این صخره، یعنی روی ایمان تو، کلیسای خود را بنا میکنم. همون گونه که به ما امروز میگه که کلیسای مسیح روی ایمان ما میخواد بنا کنه. آیا ایمان ما اونقدر استوار هست، محکم هست؟ یا امروز هست فردا نیست؟ امروز قبولش داریم، فردا قبولش نداریم. امروز میپذیریم که خداوند رفع مشکل میکنه، فردا میگیم نه میشه یا نمیشه. ولی مسیح پتروس رو شناخت، داشت بهش اعلام میکرد این صخره کلیسای خود رو بنا میکنم و قدرت‌های جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهند بود. یعنی ناامیدی‌ها، ترس‌ها، نگرانی‌ها، مریضی‌ها، دردها، مشکلات، بیکاری، بیماری، بیزنی، بیمردی، بی‌اقامتی هرگز نمیتونه ما رو نابود کنه. چون قدرت خود رو مشهور بدهیم که در کلیسای مسیح محکم بیستیم، برای خداوند بیستیم، نه کلیسای پرستندگان مسیح، برای کلیسایی که درش خواندگی داریم سفت و محکم بیست وفادارانه، تا خداوند در اون خانه تو رو برکت بده. بله. و او گفت اینک زن برادر شوهرت نزد قوم خود و خدایان خیش برگشته است، تو نیز در عقب زن برادر شوهرت برگرد. رود گفت بر من اصرار نکن که تو را ترک کنم و از نزد تو برگردم، زیرا هر جایی که روی می آیم و هر جایی که منزل کنی منزل می کنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. جایی که بمیری می میرم. چقدر ممنون، چقدر زیبا میگه تمام آن چرا که به عنوان یک برکت داره من میپذیرم. من کلیسای مسیح رو میپذیرم، من مسیح رو میپذیرم، من شادیش رو قبول دارم، من حیات جاودانش رو قبول دارم، من امید جاودانش رو قبول دارم، من میدونم بدون داوری در حضور خدا میرم، من صلیبشم قبول میکنم، من جفاشم قبول میکنم، من آبروریزش رو روی زمین قبول میکنم، من در مقابل تمام جفاها و سختیها میستم، چه در خانه من هست و چه در کشور من هست و چه در بین مردم هست، میستم سفت و محکم، چرا که میدانم این نیز برای من مهم و مفید هستش. در نامه افسسیان 1:22-23 پولس رسول اعلام میکنه خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشه. رئیس این کلیسا رسول نیست، رهبران نیستن، ما غلامان و خادمین خدا و غلامان و خادمین شما هستیم، غیر از این نیست عزیزان. و اعلام کرد کلیسایی که در حکم بدن اوست و او آن را از حیات و وجود خود لبریز می سازد، او سرچشمه و عطا کننده همه چیز در همه جاست، همه چیز و همه جا. این رو بدون که خدا تو رو دوست داره، خدا عاشق توه، خدا میخواد برای تو بهتر رو مهیا کنه. چرا ناامید میشی؟ چرا خسته میشی؟ چرا اجازه میدی ترسا بر تو حاکم بشه وقتی که وعده های زنده خداوند نیز با ما هستش؟ بله. جایی که بمیری میمیرم و در آنجا دفن خواهم شد، خداوند من چنین بلکه زیاده بر این کند اگر چیزی غیر از موت مرا از تو جدا کند. یعنی حتی صداهای منفی، ضد کشیش، ضد کلیسا، ضد خادمین، وقتی که میشنوم من عاشق مسیحم.
به خاطر مسیح کشیش گناهکارم هم دوست دارم. به خاطر مسیح عذر میخوام خادمین کلیسا، خادمین بد کلیسا رو هم دوست دارم. من به خاطر مسیح دوست دارم، من عاشقم، چرا که مسیح با عشقش مرا نجات داد. من دشمنه رو هم دوست دارم و مسیح رو برای اونها دعا کن، من برای اونها نیز دعا خواهم کرد. همون گونه که زهیر نیز اعلام میکنه، در عشق اگر دمی قرارت باشد با صحبت این و آن چه کارت باشد؟ کارتو بکن، مهربانی کن، عشق ورزی کن، دوست داشته باش، ببخش و برکتی که خدا برات گذاشته و تو وارث برکت هستی اون رو دریافت کن. پس چون دید که او برای رفتن همراهش مصمم شده است، از سخن گفتن با وی باز ایستاد و ایشان هر دو روانه شدند تا به بیت لحم رسیدند. و چون وارد بیت لحم گردیدند، تمامی شهر بر ایشان به حرکت آمده، زنان گفتند که آیا این نعومی است؟ او به ایشان گفت مرا نعومی مخوانید، بلکه مرا مره بخوانید. یعنی منو تلخ بخوانید. حالا نعومی معنیش یعنی شادی، طرفدازی. میگه منو شادی نخوانید، من پر از غم هم. فرزند خدا هرگز اینو نگید، تو فرزند خدا هست. کلماتی بز میخوان، مانند بیچارم، بدبختم، نمیتونم رو نبید. کلام خدا میگه ضعیف بگوید که من قوی هستم، این خوشخیالی نیست، چون که قوت خدا در ما هستش. بله؟ زیرا قادر مطلق به من مرارت سخت رسانیده است. من پر بیرون رفتم و خداوند مرا خالی برگردانید. ولی خدا این کارو نکرد. یکی از اشتباهات نعومی هستش. خدا باعث مشکلات و سختی های ما نیست، اما خداوند مطابق نامه رومیان 8:28 مشکلات و سختی های ما رو، چون اون رو دوستش داریم و ارادهش رو میخواییم، به خیریت نیست تبدیل میکنه. در نامه عبرانیان 6:12 نیز نویسنده این گونه میگه در زندگی روحانی دچار سستی و تنبلی نگردید. هدف رو پیشه کنید. هدفتون از این که کلیسا میاد چی هست؟ بیاموزید. هاللویا، بیاموزید. میخواد خدمت کنید به کشیش کلیسا و خادمین اعلام کنید میخوام خدمت کنید. خواندگی برای کشیشی دارید، لطفا به من بگید. کلاسایی رو میذارید که این خدمت رو مشروط به اینکه خواندگی داشته باشید. اگر خواندگی نداشته باشید، کلام خداوند میگه خدمت بسیار نیکوست، اما اگر خواندگی نداشته باشید فقط توی سختی ها و رنج ها هستن و یه روزی میبرید و تموم میشه، نمیتونید ادامه بدید. اما برای آنچه که خونده شده اون رو انجام بدید. ولی اعلام میکنه بلکه با شور و شوق فراوان از مردان خدا نمونه بگیرید، یعنی خادمینتون. از ماها عذر میخوام، این به هیچ وجه خودستایی نیست. خداوند بیهوده شخصی به نام رسول رو به خدمت نمیگیره، نه اینکه رسول لایقه خیلی، ولی خداوند در مسیر زندگیش اون رو به یک جایگاه رسونده تا بتواند این خدمت رو داشته باشه برای ایرانی ها. نه تنها من، روبن عزیز با توجه به مریضی که داره، عذر میخوام روبن جان، از شما سلام، با توجه به اینکه بهش گفتن سرطان داری، اما رفت در حضور خداوند ایستاد و شفاشو گرفت. با توجه به اینکه بعضی موقع درد داره و هیچ کس از شما متوجه نمیشه، گاهی منم متوجه نمیشم، میاد اینجا خدا رو خدمت میکنه، کارشو رها کرد، کارشو ول کرد. سه روز یا چند روز کار گرفتی روبن جان؟ سه روز کار گرفت. وقتی متوجه شد ما پنجشنبه میخوایم جلسه بذاریم، رفت پنجشنبه رو تعطیل کرد. گفت من میدونم خدا با من. برادر اکبر که به عنوان خادمین هستش، ایشون سوپرمارکت داره. وقتی مسیح ایمان میاره، خداوند بهش میگه سیگار نفروش، چرا که باعث آسیب به مردم هستش. میگه سیگار فروختن درآمد خیلی خوبی داشت، نمیتونستم کدوم رو انتخاب کنم. و این نهایتا گفت من سیگار رو گذاشتم کنار برای فروختن، ولی درآمد من اصلا کم نشد. وقت دیگر خادمین، برادر جورج عزیز، مشوق من برای برنامه‌های تلویزیونی بودش و من رو مشوق کرد به اینکه برم تو برنامه تلویزیونی و داریم میبینیم جمعه و دیروز شنبه، جمعه با خواهرم ماهمانی بودم، یک شنبه با خواهرمون آرانش بودیم و بقیه روزهای شنبه با آزی جان هستیم. 7 نفر عضو میخوام 6 نفر مسیح ایمان آوردن تو 2 روز و بارها شد تو برنامه با 6 نفر 7 نفر ایمان آوردن. پس خدا داره نشون میده، میگه خادمین در کناری که به ما مسئولیت میده که بتونیم نمونه خوب باشیم، میگه نگاهتون به خادمی باشه، هوشیار باشید. از کلیسا رفتید بیرون، 4 نفر بهتون گفتن، نگاهتون کجاست؟ نگاهتون کشه کلیسا هستش؟
خادمین هستش یا مردمی که باور و ایمان رو ندارن و غیبت میکنن و سخنان بیهوده میگن و باعث دلسردی ایمان شما میشن، یعنی باعث دلسردی میشن که در زندگی سالم قدم بر ندارید. بله؟ پس برای چه مرا ناامید میخوانید؟ چون که خداوند مرا ذلیل ساخته است و قادر مطلق به من بدی رسانده است. ممنون میشم. بذارید من این قسمت آیه را بخونم که اعلام میکنه شوق فراوان از مردان خدا نمونه بگیرید، مردانی که با صبر زیاد و ایمان قوی به تمام وعده های خدا دست یافتن و این را تجربه کردن. این گونه نیست که خداوند یک روز بلند شد بگه خب برفرض رسول تو بلند شد کشیش شد. وقتی گفت خداوند به رسول کشیش شد تا شد 14 سال طول کشید. این گونه نیست. وقتی خداوند به یوسف گفت یوسف تو پادشاه میشی، 13 سال با خودش تو چاه و زندان و بردگی بود تا شد. پس زمانی میبره، دوره‌ای رو داره، تعلیمی داره، تأییدی هست، محصولی داره، میوه‌ای داره برای بس باید در صبر نیز بمونید، در استقامت نیز بمونید. بله؟ و ناومی مراجعت کرد و عروسش روت معابیه که از بلاد معاب برگشته بود همراه وی آمد و در ابتدای دروی جو وارد بیت لحم شدند. آمین. 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 بعد از این ما میبینیم که روت با پندها و نصیحت ناومی باعث خیلی زیبا میگه، میگه من ناومی رو اینجا مانند روح القدس میبینم، هدایت روح القدس میبینم که داره روت که قوم خدا میشه، تشبیه به روت قوم خدا، تشبیه به ما هست، تشبیه به عروس کلیسا هست. وقتی که اون رو پند میده، وقتی اون رو نصیحت میکنه، اون قبول میکنه و اون نیز میتونه ازدواج کنه با یک شخص بسیار خوب که اون شخصیت رو به عنوان مسیح نیز معرفی میکنه در کلام خداوند و نیز از فرزند او در از جد داوود به دنیا میاد. یسا. بله. و می‌بینیم که این نجات برای ما مهیا میشه. پس اگر اجازه بدیم ما در سختی‌ها و مشکلات توی مسیر درست زندگی روحانیمون قرار بگیریم، اون مکان برکت و مکان برکت ما کجاست امروز؟ کلیسای مسیح هست. اون رو در نظر بگیریم، خداوند مطابق فیضش عمل میکنه. همون گونه که در مزمور 84 4 و 6 میخونیم که اعلام میکنه خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنن، یعنی شما، که تو را دائما تسبیح میکنن، ناشکری نمیکنن، ایستادن برای وعده ها. خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در تو هست، طریق های تو در دل های ایشان، چون از وادی بکا یعنی بیابان یعنی ناامیدی یعنی خستگی یعنی مشکلات عبور میکنن، آن را چشمه میسازن و باران آن را به برکات نیز میپوشانن. مشکلات و سختی ها را نیز باعث برکات میکنن. پس کلیسا را یک پل کوچک نبین خواهش میکنن، پل کوچک برای ازدواج، پل کوچک برای درآمد، پل کوچک برای پیروزی های زندگی، برای اقامت. کلیسا یک پل بزرگه برای حیات جاوید، برای خوشی همیشگی، برای اینکه در حضور خداوند باشیم برای همیشه، برای اینکه بتونیم از عطایا و روح مقدس خداوند نیز لبریز بشیم و بتونیم با فیض خداوند همان گونه که رسولان عمل کردن ما نیز عمل کنیم. بریم با هم دیگه نقطه سوم رو نیز داشته باشیم، چگونه بر افکار مضر غالب بشیم. آیا همه بوشور دارن؟ عزیزانی که بوشور ندارن دستتون بگید لطفاً. خب همه داریم. بریم قسمت میخواید قسمت های قبلی رو دارید؟ آمه چگونه بر افکار مضر غالب آن؟ هر تفکری که مقلوب غم گردد، اگر اجازه بدیم، اگر اجازه بدیم ترسایی که دارید حاکم بشه بر شما، ناامیدی و افسردگی را هویدا میکند و کلید رهایی ایمان استوار به وعده های انجیل مسیح میباشد، به وعده هایی که مسیح داده. وعده های مسیح رو حفظ دارین یا نه؟ حفظ کردین؟ میتونید چند تا از وعده های مسیح رو بشنم؟ صبر، شادی، شکیبایی. خب درسته، اما چگونه میده؟ صبر و درسته. حالا من به چند تا از وعده ها اشاره کنم. متا 7:7 مسیح رو بطلبید تا به شما داده شود. بعد از این موعظه لطفا ازش بطلبید. یوحنا 14:13-14 مسیح گفت در نام من بطلبید تا به شما داده شود. یوحنا 14:27 مسیح گفت برای شما سلامتی میذارم.
یوحنا 8:51 اعلام کنه هر کس که وفادار مسیح باشد مرگ را هرگز نخواهد دید. متا 5:5 ایمانداران فروتن وارث زمین خواهند شد از طرف خداوند. انجیل یوحنا 3:16 هر کس به مسیح ایمان بیاورد هرگز هلاک نمی‌شود. مرقس 9:23 هر کس که ایمان به مسیح آورد می‌تواند آنچه در دعا می‌طلبد را نیز دریافت کند. متا 11:28 مسیح دردها و رنج‌های ما را به آرامش تبدیل می‌کند. و بسیار از این وعده‌ها، این وعده‌ها را حفظ کنید، نه برای ثوابش، برای اینکه بتونیم باهاش زندگی کنیم. بریم با هم دیگه آخرین آیه را بشنویم. نامه اول پتروس 5:7 آیاتی که اونجا هست برای مطالعه، خواهش میکنم ازتون که برید اونها رو مطالعه کنید در طول هفته، بهتون کمک خواهد کرد که چگونه از ناامیدی به امید برسید. بله. و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا که او برای شما فکر میکند. آمین. هاللویا. تمام اندیشه های فکرهای ترسیم رو، ناامیدی رو به دست اون بدید، همانگونه که این شاعر نیز اعلام میکنه: غمناکم و از کوی تو با غم نروم. با مشکل اومدی؟ با سختی اومدی؟ ناراحتی؟ ناراحت موقعیت زندگیت هستی؟ اینو به خدا بگو. خدایا نمیخوام با این غم برم. الان میخوام دعا کنیم. اونو بسپار. تمام آنچه که شنیدی صحبتی بود، اما الان شما هستید باید رابطه تو با خداوند نزدیک کنی و بسپاری تمام غماتو به او. غمناکم و از کوی تو با غم نروم، جز شاد و امیدوار و خرم ندادم. از درگه همچو تو کریمی هرگز، نومید کسی نرفت و من هم نردم. آمین. با ایمان میپذیرید. هللویا. هللویا. قلبم سرایت نامت را، با ایمان میپذیرم نیکویت را. جان من بخوان نامش را، او بهرم آید ترکم نکنم. پادشاه پادشاه بر هر مشکلم پیروز میمانم. با ایمان با ایمان با شادی همدل میگویم سرایم سرایم با شادی همدل میگویم سرایم سرایم با شادی همدل میگویم سرایم سرایم با شادی همدل میگویم سرایم سرایم. هاللویا 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 هاللویا. مسیر را عمر و حیاتم کل اهدافم بحر توست ای مسیر، در انتظار بازگشت تو هم. در جلال در جلال با شادی همدل میگویم سرایم سرایم با شادی همدل میگویم